خب مهدی عزیز اضافه شد. سلام سلام بر پدرام عزیز. سلام، شبت بخیر باشه مهدی جان. ممنون از اینکه وقتت رو به ما دادی. خواهش میکنم. الان ساعت چنده اونجا؟ شب دیگه استانبول. جمع غروب تازه داره، تازه تاریک میشه. به سلامتی. خب مهدی جان چه خبر؟ اوضاع احوال یه چک بکنیم، صدا و تصویر همه چی خوب هستش؟ این دفعه فکر میکنم همه چی خوبه و دیگه مشکل خاصی نداریم. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. یه سلامی بکن و من یه توضیح بدم. من سلام عرض میکنم به تمام دنبال کنندگان پیج پدرام عزیز و تمام مشتاقان سفر و گردش و محتوا سازی و تمام کسایی که عاشق سوشال مدیا هستن. مرسی ازت، ممنونم ازت، لطف داریم. من یه توضیح بدم، مهدی افشار عزیز یکی از کساییه که میتونم بگم خوره آیتیه. مهدی زمانی که ایران بود تقریبا بالای 20 سال در اصل مدیر آیتی بوده و توی حوزه بحث در اصل کامپیوتر و نتورکینگ و اینا استاده. در کنار این مسئله بحث عکاسی یکی از علایق بسیار حرفه‌ایش بوده و بسیار جدی دنبالش کرده و ما امروز بحثمون تو همین حوزه هست، چون مهدی هم بحث رنگشناسی هم بحث مرتبط با برنامه های هم عکاسی هم فیلمبرداری رو روش تسلط داره. میخوایم روی موضوع دوربین صحبت کنیم. خب بحث دوربین هم دنیای بزرگی داره، هم بسیار متنوع هستش. خب و اگه بخوایم پیرامون اون صحبت کنیم، میتونیم ماها در رابطه دوربینا و تنوعشون صحبت کنیم، ولی تو این لایومون در رابطه بحث جهانگردی و سفر به این معنی که چه دوربینی مناسب بحث جهانگردی هستش، شما چه دوربین رو تو حوزه تولید محتوا در زمینه سفر و جهانگردی و توریست استفاده بکنید بهتر هست، توی دو زمینه و دو موضوع بحث DSLR و دوربین های اکشن کامرا انشالله قراره با هم صحبت بکنیم و ببینیم به چه صورته. مهدی جان خب شما تو این زمینه به قولی دستی بر آتش داشتی و تو حوزه بحث در اصل عکاسی ما میخواییم اول ورود بکنیم در رابطه دوربین های DSLR، که اول با عملکرد کلی دوربین های DSLR آشنا بشیم، ببینیم که زمانی که یک فرد جلوی دوربین DSLR وای میسته و شما آماده برای عکس گرفتن هستی و دست روی شات هست و شات رو میزنی و این عکس نمایان میشه روی در از صفحه LCD اون دوربین DSLR، این عمل کرده به چه صورته؟ این عکس چجوری گرفته میشه و این تکنولوژیش به چه صورت هست؟ اول این رو یه توضیح به اون بده و بعد بریم سراغ قسمت بعدی که در رابطه فیلم برداری. بخوام خیلی مختصر و مفید توضیح بدم، همونطور که الان خب خیلی از بینندگان و دنبال کنندگان هم شاید تجربهشو داشته باشن و دیده باشن قبلا تو کتاب‌های حالا آموزشی و شاید کتاب‌های حالا علوم شما چیزهای دیگه برای بحث تشکیل تصویر، ما همیشه به این صورت عمل می‌کنیم تو برخورد با دوربین‌ها، حالا چه DSLR چه دوربین‌های کامپکت، همگی از چند تا المان خیلی مشخص استفاده می‌کنن. نوری که از اون شی میاد به سمت دوربین از لنز عبور می‌کنه، وارد محفظه خود دوربین میشه، در اونجا منعکس میشه روی آینه به سمت یه منشور و اون منشور تصویر رو دوباره برگردان میکنه به سمت چشم ما، تصویر رو میبینیم و هرگاه که فشار شات رو انجام میدیم ما نور توسط و اون نوری که داشتیم ما کنترلش میکردیم توسط شاتر دوربین باز میشه به صورت خیلی سریع و اون تصویر میتونه جزئیاتش بر روی سنسور دوربین ثبت بشه و ما به اصطلاح میگیم که یه عکس رو گرفتیم و این اتفاقی که تو دوربین های DSLR و تمام دوربین های معمول هست میافته و تصویر رو شکل میده.
یعنی این چیزی که من متوجه شدم، یعنی زمانی که ما عکس رو میگیریم یه تعداد قرار مثلا پیکسل برخورد کنه به یه صفحه این که زیر DSLR الان پیشت هست مهدی جان. آره همین عمل کرد. خب این میررلس نور وارد لنز میشه، از این لنز وارد فضای بادی میشه. تو این مدل ها که میررلس هستن دیگه اون آینه وجود نداره و پشت بندش فقط ما شاتل رو داریم. وقتی من دکمه شات رو میزنم اتفاقی که میفته نور وارد میشه و روی سنسور تصویر، سنسور دوربین که مسئول درج و ثبت تصویر هست، اثراتش رو میگذاره و اون تصویر ثبت میشه، پردازش میشه با پروسسور اون دوربین و به حافظه منتقل میشه. درست. پس خروجیشون عکسی میشه که ما روی صفحه یا توی کامپیوتر میبینیم. حالا ممنون از اینکه این رو توضیح دادی بهمون. توی بحث حوزه جهانگردی، حالا عکس مهم هستش، ولی در تولید محتوای ویدیویی این مسئله مهمه که آیا دوربین های DSLR مناسب به فیلم برداری هستند یا خیر؟ این یک سوال اول. و اینکه ما در حال حاضر در سال 2023 که هستیم، ما دو نوع الان دوربین داریم، دوربین های DSLR رو عرض میکنم، حالا فارغ از بحث دوربین های اکشن کامرا و این موارد این چنینی. توی DSLR ها ما دوربین هایی رو داشتیم که به قولی سیستم فازی رو نداشتن. و یعنی شما زمانی که با DSLR های قدیمی تر، حالا هر برندی، کانون، نیکون، هر چی، و سونی فیلم برداری میکردی، احساس میکرد که یک وقتی روی یک سوژه فوکوس داری و میخوای بری سمت یک سوژه دیگه، یک حالت حالمانند، یه حالت لگمانند ایجاد میشد. آیا این مسئله وجود داره؟ من اینو به این صورت توضیح بدم که بحث فیلم برداری پیوسته، البته از دوربین های هندیکم مخصوص فیلم برداری قدیم هم این موضوع بوده و دوربین های حرفه‌ای هم معمولا حتی تو مسابقات ورزشی اون فوکوس به صورت دستی توسط اون اپراتور انجام می شده. ولی با توجه به بحث پدیده و ثبت تصاویر مخصوصا فیلم های حالا اکشن، ادونچر و ماجراجویانه که ما تو بحث تولید محتوای سفر خیلی باش برخورد میکنیم، چندان فرصتی برای این اقدامات وجود نداره و این همه اینها رو اون شخص حالا که داره محتوا رو ایجاد میکنه بر عهده دوربین میدونه و این تو دوربینا به این سرعت رخ نمیداد، مخصوصا تو دوربین های DSLR که حالا به صورت حالا خیلی شارت بخوام اشاره کنم، دوربینایی که معمولا فیلم برداری 720 HD داشتن یا 1080 HD داشتن، تو اون بره از زمان هم پروسسورهای خیلی قدرتمندی که بتونه کانتینیوس فوکوس رو و اون فوکوس فازی رو که شما اشاره کردی بخواد پشتیبانی کنه هنوز ظهور نکرده بودن. ولی با توجه پیشرفتی که توی موبایل ها داشتیم و در ادامه اکشن کامراها مثل گوپرو، مثل اسمو اومدن، اونا تونستن یه همچین دستاوردی رو ارائه کنن و لزومش تو دوربین های DSLR هم احساس شد و تو دوربین های DSLR از توی نسلی به بعد که حالا 70D کنون و دوربین های مشابه این رخداد دستاوردی بود که با روکرد پیشرفت این پروسسورها به دست اومد و دوربین های DSLR هم به صورت گسترده تو بحث ساختن کلیپ و محتوای تبلیغاتی استفاده شد. درسته. پس چیزی که ما متوجه شدیم از صحبت های مهدی عزیز این هستش که دوربین های DSLR قدیم، خود من هم دوربین DSLR داشتم مهدی جان، زمانی که استفاده می کردم یادم کانون 700D داشتم. حالا کانون 700D DSLRی بود که جز DSLR رده متوسط بود و خیلی هم جدید نبود، یعنی بحث فیلم برداریش خوب بود. همون نکته که شما اشاره کردی رو در اصل شما میتونستی ازش خروجی بگیری و فکر کنم کیفیت 1080 رو هم ارائه میداد. اجازه بده این رو
خیلی دقیق‌تر و واضح‌تر ازت بپرسم، الان دوربین های دی اس ال آر فعلی که در سال حالا 2019 به بعد، 2018 به بعد تا 2023 که الان هستیم وجود داره، چه فرقی کرده که الان این دوربین ها مناسب هستن واسه فیلم برداری؟ هم از نظر کیفیت، آیا کیفیتشون بالاتر رفته؟ آیا اتفاق خاصی افتاده که الان شده جایگزین؟ و حتی الان من میبینم به جای ویدیو کامره ها، دوربین های فیلم برداری دارن از دوربین های دی اس ال آر استفاده میکنن. ببین یک بار اشاره کردم تو بحث، این بحث کانتینیوس فوکوس و اینا چیزیه که شما لنز شما به صورت دستی هم به سرعت میتونه جابجا بشه و روی سوژه جدید فوکوس کنه، ولی همه اینا احتیاج به پردازش خیلی سریع داره که تو اون تصویری که دو حالا سنسور تشکیل شده، پروسسور بتونه تشخیص بده که اون آبجکت تغییر کرده و به سرعت لنز رو اون چی فوکوس کنه. این اتفاق با حالا پیشرفته که اتفاق افتاد به صورت، بازم حالا میگم درکش به این صورتی که توی تصاویری که فیلم برداری ها از فورد از فول اچ دی عبور کرده به 2K و 5K و حالا 4K که حالا خیلی ما بیشتر اسمشون بیشتر می رسیم، این موضوع خیلی حل شد. ولی بازم پدرام جان این به صورت 100% نیست که بگیم تو همه دوربین نسل جدید این هست. واقعا باید سرچ بشه، باید بررسی بشه. یکی از سایت خیلی خوب تو این موضوع، تو بحث ساپورت این موضوع، سایت دی پی ریویو هست که سایت فوق العاده عالی با امکان مقایسه المان های جزئی هر دوربین با همه و سمپل های خیلی کاملی از دوربین ها چه تو عکاسی چه فیلم برداری گذاشته و دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن ببینن و قیاس کنن. ولی مسئله که این مسئله که ما باش مواجهیم این که اصلا بحث تولید محتوا به عنوان یک شاخه مطرح شده که شرکت های دوربین سازی کاملا بهش نگاه ویژه دارن و شما میبینید که اصلا دوربین هایی دارن میزنن، کامپکت های خیلی قوی رو دارن میذارن که از خونه دی اس ال آر حساب نمیشه، به خاطر اینکه اختلاف بین دونه دی اس ال آر که الان ما با فول فریم و هاف فریم میشناسیم و دوربین های کامپکت که بعدش میاد نسل ویژه یا دوربین های کامپکت میشن، همون اکشن کامرا و گوپرو ها، اینا اختلافشون تو اندازه اون سنسوره که اون سنسوره کوچیک شده ولی از طرفی با پردازش سریع و پروسسی که حالا داره انجام میده سی پی اونا اومدن کاری کردن که تصاویر فوق العاده با جلوه های خاص بتونه ثبت بشه. همون بحثی که شما تو گوپرو داشتی، بحث حتی سینماتیک ثبت کردن تصاویر توی این دوربین اکشن کامرا اومده. ولی چیزی که خواستم من اشاره کنم اینه که لزوما تمام دوربین جدید هم نمیشه بهشون اطلاق کرد که حتما از اون فازی به صورت 100% ساپورت میکنن، چون سیستم فازی هست، ولی باز هم باید ببینیم کدوم یکی تو مقام قیاس بهترین خروجی رو داره و بین مخصوصا دوستانی که تولید محتوا میکنن بسیار مشهورتر شده، از اون طریق میشه انتخاب کرد. وگرنه ممکنه دوربینی اطلاق بشه که و یا توی مشخصاتش اطلاق بشه اون سیستم فازی داره ساپورت میکنه و پشتیبانی میکنه، ولی تو عملکرد ببینید با یه مقدار باز هم دیلی و اون حاله خیلی نامحسوس، ولی خب قطعا تو فیلم برداری مؤثر میذاره، دیده میشه که قطعا دوستان میتونن با سرچ کردن و یا حالا شاید تو برنامه بعدی بتونیم ما چند تا از دوربینای خاص دی اس ال آر که برای این موضوع خیلی میتونن مناسب باشن و اشاره کنیم بهشون. این روزها یه دوربینی خیلی مثل جان بولد شده در جهان و شرکت سونی این رو ارائه کرده، اگر اشتباه نکنم سونی آلفا سری 7 اگر درست گفته باشم یا سری آ هست، درسته. این دوربین واقعا یه چیز عجیبی رو در بحث فیلم برداری ایجاد کرده، حتی خیلی از تولید کننده های محتوا سراغ این مسئله رفتن. یعنی دقیقا این اتفاقی که شما گفتی، بحث حالا پردازنده یا سی پی یو اون در اصل دوربین و اون فاصله به قولی اون باستی که بین لنز و بادی دوربین هست، اون حالا چی میگن اون اسمش، اون شیشه یا اون میررلس آینه، میررلس، اون حذف شده و مستقیم اتفاق رخ میده و دیگه تو من ویدیوهات رو، یه تعداد از ویدیوهاش رو دیدم و خروجی که فیلم برداری میکرد واقعا خاص بود. بگم تو مثلا عروسی ها و حالا بحثای تبلیغاتی اینا خیلی از این دوربین استفاده میکنن، درسته؟
و موضوعی که هست خب این دوربین فول فریمه، یکی از دوربینه که به صورت خیلی ویژن و عکاسی بهش نگاه میکنن، قدرت فوق‌العاده‌ای تو درج تصاویر داره با کیفیت و عمق زیاد و دیتیل بسیار بسیار جزئی و خوب، و از طرفی هم تو فیلم برداری هم که خب بسیار نوآورانه ظاهر شده و تونسته اون سیستم فازی به بهترین نحو ممکن به منصه ظهور بذاره. ولی مسئله که خیلی مهمه و چالش هم هست، احتمالا سوال بعدی تو هست، بحث قیاس دو تا پارامتر خیلی مهمه، یکی بحث قیمت و یکی هم وزن، بحث وزن این دوربین هاست که احتمالا رسیده خواهد شد. در خدمت هستم. مرسی. دقیقا همین سوالی بود که میخواستم بپرسم ازت، که آیا در حوزه جهانگردی و سفر که خب ما کسانی که دارن تولید محتوا انجام میدن، خب کسایی که دارن تو حوزه جهانگردی تولید محتوا میکنن، نیاز دارن که این واکنش های خیلی سریع داشته باشن، بتونن دائم فیلم برداری بکنن، آیا DSLR ها گزینه های مناسبی هم از نظر بحث قیمتی و هم از نظر بحث بادی؟ خب اینا چون DSLR ها عمدتاً وزن فکر میکنم یه کم کم زیر 300 گرم 350 گرم، حالا خود بادی یا همراه با لنزش همچین وزنی یا حتی سنگین تر باشه، درست میگم؟ دقیقا همینطوره. ما DSLR و حتی کامپکت های خیلی خاص تو حوزه بحث تولید محتوا رو دیگه با، حالا اگه بخوام گیم بال چیزی هم همراهش بگیرم، دیگه کمتر از 400 تا 500 گرم ما نمیتونیم متصور باشیم، و بلکه دو DSLR حرفه‌ای که میررلس هم نیستن که به راحت به 1 کیلو تا 1 کیلو نیم میرسن، و این خودش حالا مؤید اینه که اینا نمیتونن خیلی تو بحث تولید محتوا، مخصوصا تو جاهایی که حرکت زیاد تو مدت طولانی فیلم برداری مطرحه، خیلی نقش آفرینی کنن و حضور داشته باشن، و خیلی میتونه برای اون کسی که میخواد تولید محتوا کنه دچار دردسر کنه ایشونو. برای همینم حالا دوربینای گوپرو بحث حالا اکشن کمرها خیلی بیشتر به چشم اومد لزوم ظهورشون، و به همین سمت هم رفت و یه سری شرکت ها به صورت اختصاصا رو این دوربینا کار کردن، و حالا میدونم که تو هم اطلاعات خوبی در این زمینه داری، ولی مسئله‌ای که هست تو DSLR دومین پارامتری که خیلی از وزنشون خیلی مطرحه، به خاطر اون قیمت خیلی زیاد اون سنسور و تجهیزاتی که هست، و حتی خود لنز که بعضا قیمتش از خود بادی دوربین هم ممکنه بیشتر بشه، کل تجهیزات دیگه اون قیمتی هستن که از 600-700 دلار حداقل شروع میشن، و به راحتی بخوایم دوربینی مثل همون سونی 7C که شما اشاره کردی، باید یه چیز تو مایه 2 تا 2500 دلار بهش پول اختصاص بدیم برای خریدش، که اون عدد خب در قبال دوربینای اکشن کامرا که تو اطلاعات بهتری داری فکر کنم خیلی زیاد بشه. دوربین های DSLR رو خب بیشتر تو این زمینه من زیاد میبینم که مثلا تو عروسی دارن استفاده میکنم، و روی حالت ثابت کرون میگن دیگه، درسته؟ یا همون جلسه سرگیره کرین، ببخشید، رو کرین یا همون جرثقیل میذارن که به صورت ثابت، و این میتونه خروجی خوبی واسش داشته باشه. ولی تو حوزه بحث جهانگردی چیزی که من به کثرت دیدم الان یوتیوبرهایی که هم در این حوزه دارن فعالیت میکنن، و هم حتی الزاماً تو بحث سفر هم نه، تو حوزه های تولید محتوایی فعالیت میکنن که در حال تردد هستن، به شرکت های دوربین سازی همیشه این پالس داده میشه که آقا ما دنبال دوربین های کوچکتر هستیم، ما دنبال دوربین های سبکتر هستیم، و در این حال یه پکیج کامل. خب بعد زمانی که شما وارد بحث اکشن کامراها یا به قولی گیم بال ها میشین، برای مثال عرض میکنم، شما وقتی ورود میکنید به دوربین هایی مثل گوپرو، خب اول نگاه میکنید که یک دوربینی به این اندازه، اگر نگاه کنید این دوربین دست من مقیاس باشه خیلی کوچیکه، یعنی و اندازه کف دست هستش. برای یک تولید کننده محتوا در حوزه جهانگردی یا سفر این یه دوربین واقعا عالی هست، به خاطر اینکه این دوربین بجز اینکه کوالیتی بالایی داره و لنز وایدی داره،
و کسایی که تولید محتوا میکنن مخصوصا توی این حوزه دنبال اینن که یک تصویر، یک کادر وایدی رو داشته باشن و بتونن خیلی سریع با یه وزن خیلی مناسب در اصل ویدیوشون رو بگیرن. فکر میکنم مثلا یه دوربینی مثل گوپرو حدود 129 یا 130 گرم بیشتر وزن نداره. در مقابل و مقایسه با یک در از DSLR فکر کنم حدوداً یه 200 گرمی یا حتی بیشتر 300 گرمی از یه DSLR سبکتر هستش. و یه موضوعی که هست خدمت شما عرض بشم، بعد از این اکشن کامراها که قابلیت های بسیار خاصی رو داخلش گذاشتن، بحث ضد آب بودن که عمدتاً به این عمیقی در DSLR رو نمیتونید ببینید، حالا احتمالاً توی DSLR رو فقط در حد واتر پروف یا واتر رسیدنت خیلی به قولی پایین تر، ولی این دوربین معمولاً مقاومتش در حد غبار و در برابر آب معمولاً محافظت ندارن. بله، دوربینای در از اکشن کامراها، حالا هر برندی، حالا اینجا گوپرو یا هر برندی که شبیه اینها هستش، مثلا بدون کیس الان این دستگاه تا 10 متر ساپورت داره، با کیس حتی شما تو اقیانوس هم بری تا 50 متر شما رو ساپورت میکنه. از خروجی های خاص این دوربین این هستش که شما یه دفعه داری فیلم برداری میکنی، میخوای 4K فیلم برداری کنی با هر فریم ریتی، حالا فریم ریت 60 فریم، میخوای بری یک ویدیویی بگیری که اصلا خاصه، یه ویدیویی بگیری که مثلا حالت هالیوودی داره و میری رو حالت سینماتیکش و یک خروجی به شما میده که اصلا با شما عجیبه. وقتی که میری سراغ بحث 5K به شما خروجی این دوربین به این کوچیکی که به اندازه یک کف دست هست به شما خروجی کیفیت 5K رو میده. و توی بحث تولید محتواهایی شبیه جهانگردی و سفر گزینه بسیار مناسبی هست. بعد از این در از گزینه دوربین های اکشن کامرا اومدن گفتن ما چجوری، ما باز هم دنبال دوربین های کوچکتر هستیم، به این دلیل که تو این حوزه تولید محتوا عمدتا حالا خود ما یه چالشی رو که داریم همیشه در سفر این هستش که زمانی که میریم از یک جا، حالا چه سربسته و چه سرباز باشه، حالا عمدتا پاساژ ها یا در اصل مارکت ها میخوایم، چون کسی که داره جهانگردی و سفر میره و میخواد تولید محتوا بکنه به صورت کلی باید از همه چی فیلم بگیره. مثلا یه دوربین DSLR، خب شما تصور کنید تو کوچکترین حالت یه لنز هم روشه، حالا چه دیفالت به صورت ثابت باشه چه قابل تغییر هم باشه، یه ابعاد و دقیقاً یه ابعاد و اندازه‌ای داره و وقتی روی یه پایه میشینه شما، ما چالشمون اینه که اون سکیوریتی میبینه و آقا شما دیگه نمیتونی فیلم برداری بکنی و فیلم برداری اینجا مجاز نیست. و کسی که داره توی این حوزه تولید محتوا میکنه دنبال چیزهای کوچیکتر هستش که یوتیوبرها یا حتی تولید کننده های محتوا، تو حالا اینفلوئنسرها و امثال اینها رفتن با سراغ شرکت های دوربین سازی و گفتن آقا ما باز هم کوچیکتر میخوایم. و یه شرکتی مثل در اصل DJI Osmo اومد حالا سری های مختلفی رو داد، سری یک، پکت یک، Osmo پکت یک، اینی که الان دست من میبینید Osmo پکت دو هسته، چون یه دوربین کاملا که اصطلاحاً اکشن کامرا ولی بهتر روش گیم بال رو بذاریم که بازم اگر قیاس دست من که حالا خیلی هم بزرگ نیست بذاریم، شما میبینید یه دوربین با اندازه بسیار کوچیک، به اندازه که به دست من، حالا شما در نظر بگیرید این دوربین با وزن بسیار کم، یعنی اگر بدون ادواتش بدون مانتاژ در نظر بگیریم حدودا 115 گرم بیشتر وزن نداره. اگر بخوایم فرض مثال قسمت وایلس در اصل میکروفونش رو هم وصل کنیم روش، فوقش بشه مثلا 153 گرم با
تمام ادواتش با اون هارد کیسش و فلان اینا میشه تهش 200 گرم. یعنی باز هم گزینه های بسیار مناسبی هسته تو بحث تولید محتوا، چون شما خیلی راحت دقیقا به خاطر همون مسئله چالش هایی که ما تو حوزه جهانگردی و سفر داریم خیلی سریع میتونید این رو در از هیدن کنید، پنهانش کنید و به قولی از دسترس از چشم اون سکیوریتی ها که من بخصوصا ماها دنبال این هستیم که تولید محتوا از هر قسمتی بکنیم، واقعا گزینه های بسیار مناسبیه. چه حالا در از دی جی آی پکت ها، چه گوپرو ها و چه امثال اینها، واقعا تونستن یه گزینه بسیار مناسبی رو بدن. همین دوربین به این کوچیکی که شما الان مشاهده میکنید که حالا این بحث گیم بال و اکشن کامرا رو حالا از مهدی عزیز بعد از اتمام صحبت، بعد از اینکه من این رو گفتم در رابطه لنز و اینکه اینها سیستم لنزشون به چه صورت هستم یه توضیح به اون بده. مهدی جان خدمت شما عرض بکنم که این دوربین همین الان به این کوچیکی داره در اصل با کیفیت 4K و فریم ریت 60 داره انجام میده و فیلم برداری میکنه. واقعا یه خروجی بسیار عمیقی هستش و یه همچین تکنولوژی واقعا تو دههای ما یه چیز خاص به حساب میاد نسبت به اون زمانی که ما بیشتر دنبال دوربین های DSLR بودیم و خیلی از تولید کننده های محتوا فارغ از بحث جهانگردی الان این رو این دوربین ها رو در کنار حتی DSLR ها شون دارند و ازشون دارن خروجی میگیرن. خب مهدی جان فقط یه توضیح در رابطه بحث این لنز ها بده و اینکه این دوربین ها چون میدونیم بحث لرزشگیر تو موبایل هم هست و حتی تو دی اس ال آر ها هم هستش، این چه تکنولوژی داره که این بحث لرزشگیره انقدر عمیق و تو فیلم برداری هیچ لرزشی ما کمترین لرزش رو داریم؟ اینطوری اشاره کنم که حالا حتی فرمودی که تو DSLR، ولی خب در اصل تو DSLR ها ما معمولا بحث لرزشگی رو نداریم، چون اصلا لرزشگی با توجه به تغییر لنز اصلا یه موضوعی که نمیتونه اصلا حادث بشه تو DSLR ها، چون خود لرزشگی چیزی که باید در جوار خود لنز باید نصب بشه. و این کجا احساس شد؟ وقتی فیلم برداری خیلی همگیری شد و همه فیلم برداری میکردن، حرکات دست و لرزش هایی که توی حرکات ناخواسته دوربین پیش میومد جلوه خیلی بدی به دوربین میداد، به تصاویر دوربین میداد. از این رو اومدن به تدریج تکنولوژی رو ابداع کردن که دوربین با هر حرکتی که داره در اصل سه تا محور، سه تا انگار فنر هستن که برخلاف حرکتی که به دوربین وارد میشه حرکتی رو اعمال میکنن به لنز و لنز در حالت کلی احساس میشه که حرکتی نداره. یعنی شما در حال دویدن هستی ولی لنز شما حالت ثابت داره. در ابتدا اگر دوستان دیده باشن در کنار زمین های ورزشی اینا گیم بالای اولیه اومدن که خیلی حجیم و بزرگ بودن و هنوز استفاده میشه برای دوربین های فیلم برداری بزرگ و حجیم، و در ادامه اینقدر پیشرفت کرد و احساس لزومش اومد به سمت موبایل ها و دوربین های DSLR که دستی و گیم بال های دستی اومد، و یه مقداری که جلوتر اومدیم این لرزشگیرا به داخل موبایل ها اومد و حضور خودش نشون داد. و در ادامه چون اکشن کامراها قرار بود حادث بشن و حضور داشته باشن تو بحث تولید محتوای ورزشی و تولید حالا محتوای اکشن تو محیط های خیلی خاص مثلا کوه و دریا و جای دیگه، این لرزشگیرا اومد داخل دوربینا قرار گرفت و ما میتونیم به صورت خاص اینو تو بحث دی جی آی اوسمو که دست شما بود و یا گوپرو که دوباره ورژن 9 شما دست شما، ما این موضوع رو ببینیم که به زیبایی هرچه تمامتر لرزش های دوربین رو کنترل میکنه، در این حال که تو دی جی آی همونطور که گیم بال گرفتی و دوربین به صورت خودکار میچرخید خاصیت فالوینگ آبجکت هم داره. یعنی شما اگه رو خودتون بگیرید و فیلم برداری شروع کنید، اگه از کادر خارج بشید دوربین این کادر رو دنبال میکنه، فالو میکنه و همیشه شما در مرکز اون تصویر باقی خواهید موند و این حس به بیننده داده میشه که یک نفری داره غیر از این که دوربین رو نگه میداره داره حرکات شما رو به دقت صورت هوش مصنوعی
بله با تکنولوژی که در میتونه و موضوعی که خیلی تونسته جا باز کنه بین دوستایی که تولید محتوا میکنن و هر روزم قطعا به این تکنولوژی ها و فیچرها اضافه میشه. مهدی جان این یه موضوعی هست در رابطه دی اس ال آر ها، من فراموش نکنم چون بحث درس عمیقی هستش و تعداد موضوعات زیاده. در دی اس ال آر ها، حالا دی اس ال آر قدیمی رو ما میذاریم کنار که عمدتا تکنولوژی قدیمی تری داشتن، حالا از حالا برند کنون که خیلی بولتر بوده از قدیم و در حال حاضر هم همینطور هست. من یادم از 90 دی بحث 4K اومد در سیستم های دوربین ها، یا شاید حالا قبلتر نمیدونم مدل های قبلتر، شاید تو نیکون و برند هایی که وجود داشته. یه موضوعی که هست، ما زمانی که دوربین های DSLR رو خریداری میکنیم عمدتا توی جعبه های اینا یک لنز دیفالتی وجود داره، یه لنز دیفالتی داخل جعبه هست، حالا 1655 1655 یا 135، این لنز هایی هست که به صورت DSLR حرفه‌ای تره و 1655 معمولا توی دوربین های حالا میررلس و کوچکتره. میخوام ببینم آیا در بحث فیلمبرداری، تو حوزه فیلمبرداری بیشتر میخوام برم سمت جدیدتره، یعنی میخوام برم به سمت که کوالیتی دوربین های در DSLR که پیشرفت بهتری داشتند و میره سمت سال 2023، آیا تغییر لنز به سمت بهتر شدن، به سمت لنز گرونتر رفتن، آیا در فیلمبرداری و کیفیت خروجی داره یا نه، یعنی اتفاق خاصی میفته یا نه؟ توی کلا تو بحث تصویر و ثبت تصویر و شکل دادن تصویر توی دوربین ها یکی نقشه اصلی و لنز داره ایفا میکنه، چون بحث کنترل کردن اون نور ورودی، میزان نور ورودی و میزان تغییر در دیافراگم که تاثیر اصلی رو بحث شاتر میذاره که تا چقدر بتونه شاتر باز بشه و نور بیشتری رو جذب کنه، دقیقا از وظایفی که به گردن لنزه. هرچی این دیافراگم قابلیت باز شدن بیشتری داشته باشه، یعنی لنزایی که میتونه دیافراگم پایین تری رو ارائه کنه، میتونه تصاویر با عمق فوق‌العاده زیاد و دیتیل عجیب و غریبی توی بحث سوژه ما به ما ارائه کنه. یعنی وقتی ما یه دوربین لنزی روش نصب میکنیم که دیافراگم پایین رو ساپورت میکنه، میتونه از یه المان ما تصویری رو ثبت کنه که اون المان جزئیات زیادی رو به ما ارائه میکنه، در این حال که بک‌گراند اون المان شدیداً محوه و به صورت بلور دیده میشه، برای همین دقیقا فیل شده و ما در اصل اون المان رو خیلی شفاف و واضح میبینیم و قطعا تو بحث کلی محتوای چیز به این موضوع خیلی دقت میکنن و از این لنزها استفاده میکنن. خب قطعا هم تکنولوژی بسیار گران قیمتیه، چون لنزها بسیار گران قیمت میشه. دقیقا میخواستم همین نکته رو اشاره کنم. یکی از دلایلی که حالا نظر خودم هست تو این بحث اینه که دوربین های دی اس ال آر فعلی که خب الانم خواستار و طالبای خودش رو داره، خیلی قیمت های بالایی دارن. یه دفعه شما ببینید مثلا یه دوربینی مثل سری سونی که سری آلفا یا هم آهفت هستش، مثلا این قیمتی معادل 2000 یورو داره یا 2500 یورو داره، حالا با بادی و لنز و اینها. شما تصور بکنید یه همچین قیمتی مخصوصا با ارزی که فعلی در ایران هست، یه دوربین حدود 130 یا حتی 150 میلیون تومان برای شما هزینه در میاد و این هزینه خیلی زیادی هستش. یعنی شما با این قیمت میتونم بگم که میتونید راحت چند تا اکشن کامرا یا حتی برید سراغ درون ها، میتونید مثلا درون هم بخرید. همون منظورم از درون اون این پهباد هستش، پهپاد بخرید و شروع کنید فیلم برداری. و یکی از این موضوعات به جز بحث وزن، بحث همین گرونی هست که تو بحث وزن، بله بله، تو بحث قیمت یه چالش بزرگی رو برای کسی که میخواد محتوای درست کنه و محتوای با کیفیت برای اون تولید کننده محتوا ایجاد میکنه. و موضوع بعدی که هستش در رابطه بحث اکشن کامرا، من خدمت دوستان بگم یکی از دلایلی که خیلی از تولید کننده محتوا
باز هم جلوتر رفتن به شرکت هایی که تولید دوربین میکنن و از اونا خواستن که آقا ما باز هم دوربین کوچکتر میخوایم. و الان اگر نگاه بکنید دوربینی داره ساخته میشه، مال شرکت اینستا هست، اینستا 360، که این اگر شما این انگشت من رو در نظر بگیرید، این دوربین به اندازه انگشت منه، یعنی انگشت اشاره منه، واقعا اینقدر کوچیک، یه دوربین بسیار کوچیک، چن کامرا همراه با کیفیت بالا، اگر اشتباه نکنم الان در حال حاضر نسخه‌ای که اینستا 360 داده برای مدل گوتو، چون مدل‌های مختلفی داره، مدل گوتوش که بسیار کوچیکه، چون بقیه اینستا 360 ابعادش بزرگتر هستش. این یکی از عجایب الان توی بحث تولید محتوا، به خاطر اینکه یه دوربین بسیار کوچیک با قابلیت فکر کنم فول اچ دی باشه 1080 و به شما از هر زاویه‌ای با حالت واید، سوپر واید به شما خروجی میده و خیلی از تولید کننده محتوا مخصوصا تو زمینه در از سفر و جهانگردی دنبال همچین دوربینی هستن که بتونن بهترین خروجی رو بگیرن. همون بحثی که گفتم، همون چالشایی که ما داریم زمانی که تولید محتوا میخوایم بکنیم، فیلم برداری بکنیم، همیشه دائما درگیر اینیم که آقا فیلم برداری اینجا ممنوعه فلانه و ما میخوایم این مرزها رو عبور کنیم و در اصل ویدیو رو بگیریم، گزینه بسیار در از خوبی هستش برای تولید کننده محتوا. الزاما فقط هم برای بحث جهانگردی نیست، یعنی تولید کننده های محتوای دیگه هم هستن که میتونن از این دوربین ها استفاده بکنن. خب بهتر هستش مهدی جان یه جنبندی رو داشته باشیم و اینکه دلایلمون رو بگیم که چه کسانی باید DSLR بخرن و چه کسانی بهتره که ما. فقط قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم من یه بحثی رو بگم، الزاما توضیحاتی که دادیم به این معنی نیست که کوالیتی این همین دوتا دستگاه رو من خدمت از اینا عرض کنم. مثلا توی گوپرو ها، خب شما نسبت به DJI پکت، ما تو شب خروجی خیلی عالی در فیلم برداری از اوزمای پکت نداریم. حالا تو سری بعدی اگر اوزمای پکت 3 بیاد، ما منتظریم ببینیم که چه خروجی رو در شب به ما میده. ولی مثلا تو گوپرو خروجی نسبت به در از اوزمای پکت خیلی بهتر هستش، ولی هیچ کدوم اینها باز به دوربین های DSLR جدید نمیرسند، مخصوصا تو فیلم برداری در شب، که خودش هم کسایی که مخصوصا تو محتوا رو در شب میخوام بگیرم یه چالشی هست برای اونها. خب ممنون میشم مهدی جان یه جنبندی داشته باشیم ببینیم که به چه صورت DSLR مناسب چه کسایی هست و چه کسایی برن سمت اکشن کامرا. خب ما حالا به صورت کلی هم تو بحث خودمون الان همه رو به صورت جزئی گفتیم، اختلافایی که ما مطرح کردیم، بحث وزن و هزینه زیاده که قطعا تو کسانی که حالا تولید محتواشون به صورت ثابت انجام میشه، گاهن تولید محتواشون در خصوص معرفی محصولیه، بحث ساختن کلیپ های تبلیغاتی کوتاه ولی اثرگذاره، ولی این جزئیات خیلی زیادی رو میخواین، قطعا به سمت دوربین DSLR حرفه‌ای خواهد رفت و با هم گیم بالا، حالا چیزهای تجهیزات جانبیشون. و دوستان هایی که معمولا تولید محتواشون وابستگی مستقیم داره به بحث سفر، تحرک زیاد، شاید ورزش، تصاویر خلق، مثلا تصاویر ویژه، قطعا به سمت اکشن کامرا ها، گوپرو ها و بحث دوربین های حتی درون و بحث کوادکوپتر ها میره، که حالا اونا خودشون جای بحث زیاد داره. ولی خب قطعا بحث دوربین اکشن کامرا، گوپرو و DJI اوسمو تو بحث تولید محتوای سفر یکی از اصلی ترین ابزارا محسوب میشن و بهشون نگاه ویژه‌ای داره. درسته، بسیار هم عالی. پس اگر این خروجی رو بخوایم بگیریم، کسانی که میخوان محتوای ثابت درست کنن، محتوای ثابت یعنی چی؟ قرار پشت میز بشینن و یه تحرکی ندارن، بهترین گزینه براشون DSLR ها هستن، مخصوصا DSLR جدید. الزاما قرار نیست بریم سمت دوربین های سونی که الان خیلی هم گرون هست، یا امثال سونی، برنده دیگه هم هست که فکر میکنم داره با سونی رقابت میکنه هم با سری آلفا 7C. الزاما میشه با
DSLR های جدید هم خروجی بگیرید، خروجی خیلی خوبی رو به شما میده. ولی کسانی که توی تولید محتوا تو حوزه حالا ورزشی هستن، اکشن هستن و بحث جهانگردی که هم وزن مهم هست هم قیمت مهم هستش، که بتونه با کمترین قیمت بتونه یه دوربین رو تهیه کنی که بهترین خروجی رو براش داشته باشه، بهتره که این عزیزان برن سراغ اکشن کامراها که در اصل هم توی هزینه هاشون سیو بشه، هم خروجی بسیار خوبی رو براشون داشته باشه. من مجدد صمیمانه ممنونم از مهدی عزیز که وقتش رو گذاشت و ما انشاءالله در ویدیوهای بعدی، چون حوزه تخصصی مهدی عزیز در بحث IT، کامپیوتر، لپتاپ و نتورکینگ هست، ما ازش استفاده خواهیم کرد و اینکه بریم ببینیم چه لپتاپی، چه کامپیوتری مناسب چه کسایی هستش و بازار و تکنولوژی جدید لپتاپ ها و کامپیوتر به کدوم سمت میره. و یک موضوع دیگر رو هم بگم، فکر کنم دوستان متوجه شدن، خب مهدی از قبلا تو ایران مدیر IT بود سالها و بعد مهاجرت کرد به از کشور ترکیه و فکر کنم اطلاعات بسیار خوبی رو هم بتونیم در آینده ازش در رابطه کشور ترکیه و شرایط کشور ترکیه در از بگیریم ازش و داشته باشیم. جای خرسندی و خوشحالی منه که در خدمت بینندگان و دنبال کنندگان شما باشم و امیدوارم بحث امشب با اینکه مدت طولانی شد مفید فایده واقع شده باشه، دوستان لذت ببرن. هر کامنتی و نظری هم دارن قاعدتا پایین این ویدیو میتونن بذارن، به اشتراک بذارن و اگه بتونیم جواب بدیم به همراه پدرام عزیز جواب خواهیم داد. خیلی خوشحال شدم. یار عالی. صمیمانه ممنونم ازت مهدی جان که وقت تو برای ما گذاشتی و الانم ساعت چنده اونور؟ ساعت دیگه نزدیک 10 شبه. خب انشالله که همیشه سالم باشی. مرسی. قربان شما. شب و روزتون بخیر باشه. مرسی که ویدیو رو همه شما عزیزان دیدین. خدا نگهدارتون باشه.